دوستان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه هوای عجیب غریب اومدیم که تیک آف بکنیم به سمت فرودگاه کرمان. جالب بود، هوا رنگ قشنگی داره ولی خب حسابی هم آلوده است. گفتم که با هم دیگه استارتاپ اپمای ام دی رو انجام بدیم، باتری رو روشن میکنیم، لاک میکنیم و امرجنسی پاور رو فعال میکنیم، امرجنسی لایت ها رو هم روشن میکنیم و یه چک میکنیم با مهماندار. خب امرجنسی لایت ها اوکیه، میتونیم اینو خاموش کنیم، اینم برگردونیم. خب اونو که چک کردیم میتونیم بیام اینجا درخواست بدیم که گراند پاور و ایر کاندیشن وصل بشه. اینجا درخواستش رو میدیم، اینجا چراغ اکسترنال پاور فعال میشه و میتونیم بدینش به سیستم. اینم از این نویگیشن لایت همون رو روشن کنیم، چرا باید کناری هم هم روشن کنیم. خب من لود کردم هواپیما رو، همه چی درسته. هفتان سوخت، بوردینگ رو استارت بزنیم تا سیستم بیاد بالا. اولین کاری که میکنیم اینه که برنامه پروازی که از سیستم سیمبریف گرفتیم رو اینجا باید به سیستم بدیم. فرودگاه مبدأ یا رفرنسمون مهرآباد هستش، کوردینیشن رو بهش میدیم، دیستینیشنمون اسکار اندیا کیلو کیلو فرودگاه کرمان و بعد روت، که این رو باید طبق چیزی که شما دانلود کردین بذاریم. ویندو چک کردم، فکر کنم باند به شدت بانده. ۱۵۰ درجه ۸ ۱۱ راست باید تیکاف بکنیم، ۸ ناته. ۲۵۰۰ دید هیز داریم، مشخصا دیگه معلومه این هوای بد از سمت کجا میاد. ۱۰، ۲۳، ۹ یه اتفاقی امسال نیفته، ما هر سال قراره بدتر از این رو تجربه بکنیم. آخه این هوا نیستش که. درجه 954-63. اوکی بریم فعلا همون رایت تیک آف همونه جا میزنیم، اکتیو میکنیم، جا تو زیرو درجه 9 فیولمون 7 تونه. من نورمال زیرو فیل بیم 55 ممنز 1 رزروم 1 تومن. تیک آف هم در رو بردیم 49-54-63. این هم از این، بریم برای دیپارچر. Come right. Over to Bravo. من چقدر پرواز کردم الان توی
2020 تو همه این مدت از باند 11 راست تیکاف نکرد، یعنی موقعیتش پیر نپیش نیمد. بگیم جانبا هیچ تمام آفر به های بالا من عادت دارم اینجا میزنم. اوکی FMCمون کاملا پر شد. جا دریچه ای پی وا بشه. ای پی رو روشن کنیم، نگاهی هم به بیرون بندازیم. امیدوارم که یکی فکری به حالمون بکنه، خودمون یه فکری به حال خودمون بکنه، چون این شرایط احتمالا این شکلی نمیشه. اوکی ای پی روشن شد، وارد مدارش میکنیم، غیرش هم میگنیم تو سیستم. جریان این فلاپ صفر چیه؟ تا حالا این نهیده بودم چرا صفر؟ آها دستمون خورده اینجا. چرا 6-5-1-60 یه بار دیگه چک کنیم. صد و چهل و شیش یک فلاپ دوانیم. تریم ست هیدرولیک پمپ ها رو بزنیم که تیل کن در عقب بسته بشه. برکس آرتیو بوردینگ هم داره کامل میشه. یه ذره اینجا نور بدیم. اینم از بوردینگ. خب ای پی یو وصله، ایرش وصله، جی پی یو و ای سی خاموش باشه و جدی کاری نداریم. میدونین این برای چیه؟ حالا این یه آینه است که پوشش کامپس هواپیمای هم دیگه اینجا هست.
یا گوشت چرا پیداش نمیکنم. اینو من فیلمشو دیدم تو یوتیوب. کامپسیج اینجا قرار داره و این آینه رو گذاشتن برای اینکه این کامپس شما از تو این آینه کامپس رو ببینید. بعد جالب اینه کامپس هم معکوسه، یعنی وقتی که تو آینه قرار ببینیش معکوس. حالا بعد از تیک آف یه چکش میکنیم و نمیشون پیداش کنیم. این از این. اوکی بیکن لایت ها روشنه، سیت بلت ها آن میکنیم، فیل پمپ ها روشن، این ها در رو ببندیم، اینجا پک ها رو خاموش کنیم، این لوگو لایت همون هم روشن کنیم، سمت چپ شروع میکنیم، سیستم هی درصد 20%. Startup completed. Starting number 2. Ladies and gentlemen, if I could please have your attention to a recent report of safety information. In preparation for departure, please start sat. Fuel bubble open. Regulations require compliance with all lighting signs, platforms, and crew member instructions. To fasten your seatbelt, place the metal fitting into the buckle and adjust the strap to its lowest force threshold. To release, lift the faceplate of the buckle. Okay, starting. Completing. It explains the safety features of the aircraft as well as the location and operation of the aircraft and position of the aircraft. Your seat cushion serves as a APU. دیگه جنراتور اومده روی موتورا و نیاز به نداریم. پکامون رو بزنیم بیاد تو سیستم. جا همه چی نرماله. این طرف تیک آف پاور میخوام ببریم. برگ آر به لبس و سلسی بزاشتیم. بریم برای رانوی 11 راست. برای دفعه اول توی 20 زیاد دوست ندارم فیلم ها رو کات کنم، تیکه تیکه فیلم بگیرم یا فست فوروارد کنم. حالا دوستانی که از حوصله‌شون خارجه خب خیلی راحت میتونن ویدئو رو ببرن جلو، یعنی چیزی نیستش که قفل باشه، میتونن ببرن همزمان با سرفه من تو کات بیدم عدسه کرد. دوستانی که میخوان سریعتر پارتای دیگه پرواز رو ببینن میتونن خیلی راحت این کار رو انجام بدن، منم کات نمی کنم. جذابتر اینجوری. پرواز
پروازمون ساعت 4 زولوه، طلوع شب داریم صبح تهران میشه. جو ما داریم میریم سمت نور، یعنی نور زیاد میشه، غروب نیست. اما واقعا این هوای سال آدم رو بد میکنه. من خودم همین الان یه احساس بدی گرفتم نسبت هوایی که دارم توی زندگی میکنم. ما توی خونه یا توی خیابون انقدر نمیبینیمش. وقتی یه جای دور یا این فضای بازی مثل فرودگاه رو در نظر بگیریم میشه فهمید که چقدر دید کمه، چقدر هوا آلوده است. شبیه این فیلمای ماورایی و آخر زمانی چقدر جالب. من این پلو از بیرون دیده بودم، ولی از داخل مهرآباد تا حالا از اونور نگرفتیم برای تیکاف. من که روی پایلوت نیستم، من پی سی پی ال آی آر رو گرانش رو خوندم، پی سی پی ال هم مدرکش رو گرفتم اما و یو ال رو، اما آی آر رو مدرکش رو نگرفتم. من هم دو لاین پرواز نکردم. اما یه هد اون رو گذریه که دست فرودگاه از بیرون فرودگاه که رد میشه. حالت بود ساکم عیده اون داره میده. عملا تو تیک آف این
قسمت از فرودگاه رو نمیبینیم دیگه، درگیر فاز تیک آف و چیزهای مختلف هستیم. نیاز به توضیح نیست دیگه، این بدر بدر لحظه‌ای و بدر واقعی شهر تهران و فرودگاه مهرآباد بود و همینطور که داریم این مسیر رو میریم بدری که میبینیم بدر واقعی هستن. این خیلی از دوستانی که با شبیه‌ساز پرواز کار میکنن میدونن، دوستانی هم که علاقه مندن یا نمیدونن کار یه شبیه‌ساز چیه بدونن که این بدر بدر اکچواله، بدر واقعی همین الان فرودگاه مهرآباد میدونی دیدی ویزیبیلیتی این کثیفی هوا چیزی هستش که واقعیه. هزار پا رو رد کردیم برای سرعت 300. چرا کمربندان رو خاموش میکنم دیگه، چیز خاصی نداره تا فرودگاه به نردیه که احتمالا نردیه که من خود خاصی نداره بود. من رو بگیدون زمان رو تاکتا کنگردان کنم 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 ک
شنیدم از این مهم هم لذت برده باشید. در این پوستی کامنت کنید برام، ما رو به